ملالای جویا عضو مجلس نمایندگان که عضویتش پارسال از سوی بیشتر نمایندگان به تعلیق درآمد میگوید که مجلس نمایندگان حق به تعلیق درآوردن عضویت وی را از ولی جرگه ندارد. بانو جویا می افزاید که و این موضوع را از مجرای قانونی پیگیری خواهد کرد. بانو جویا در حالی که این کار مجلس نمایندگان را غیر قانونی میخواند میگوید که وی چند پیش اعتراضش را به دادگاه عالی سپرده است و موضوع به تعلیق برآوردن عضویتش را از مجلس نمایندگان توسط وکیل مدافع پیگیری میکند. این حرکت پارلمان نه تنها یک حرکت غیر دموکراتیک و ضد آزادی بیان بود، بلکه یک حرکت کاملا غیر قانونی هم بود. در همین حال معاون اول مجلس نمایندگان میگوید که به تعلیق درآمدن عضویت ملاله جویا در واکنش به توهین وی بر نمایندگان صورت گرفته است. ای به خاطر مسئولیت پارلمان و به خاطر عزت پارلمان اعضای پارلمان تصمیم گرفته که عضویت از او را به تعلیق بیندازه. ملاله جویا نماینده ولایت فرا در مجلس نمایندگان پارسال پس از آن که پارلمان را به طویل خانه تشبیه کرد از سوی مجلس نمایندگان عضویتش تا آخر این دوره تقنینی به تعلیق درآمد.